بخیر. امیدوارم همه شما صحت و سلامت باشین. اولتر از همه روز همبستگی زنانه به تمام بانوان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم همیشه موفق باشین. بنده نظران صدیقی هستم، فارغ از دیپارتمنت دیتابیس فرانزه کامپیوتر ساینس از پانتون هرات و همچنین فارغ از دوره دو ساله گیم دیولپمنت از کوتو انسپایر و در حال حاضر منیس گیم دیولپر در شرکت افغانستان کار میکنم. در نخست معرفی مختصری از شرکت افغانستان خواهم داشت و نهایتا یکی از بهترین دستاوردهای شرکت که گیم گوندی پیما است را به شما معرفی خواهم گرفت. افغانستان اولین شرکت گیمسازی در افغانستان که به هدف ایجاد تغییر در صنعت تکنولوژی افغانستان توسط آقای احسان احراری تأسیس شده است. تلاش این شرکت برای این بوده که اساسگذار صنعت گیمسازی در افغانستان باشد. همانطور که می‌فهمین صنعت گیمسازی در جهان عایدات خیلی زیادی داره. افغانستان تلاش میکنه که بخشی از این عایدات وارد افغانستان کنه. مردم همه فکر میکنن که گیم وقت هدر دادنه و چیزی به درد بخوری نیه. اما شرکت افغانستان میخواد که به مردم ایر بفهمونه که از گیم برای آموزش و فرهنگسازی میتونیم من حیث یک وسیله کمکی قدرتمند استفاده کنیم. این شرکت در اکتبر 2019 تأسیس شد و طی مدت کارهای مهمی که در این شرکت انجام شده، در جنوری 2020 پارتنرشیپ همراه با شرکت یوزبوز وی آر در هند امضا شد. در فوریه 2020 اولین پروژه انیمیشن دو بودی برای یکی از شبکه های تلویزیونی ساخته شد. در مارچ 2020 5 گیم لوکالی در افغان مارکت ریلیز شد. در اپریل همین سال MOU همراه شبکه تلویزیونی جهانی عصر امضا شد و در آگوست سال 2020 اولین ایونت یونیتی در افغانستان توسط تکنولوژی های یونیتی برگزار شد و همچنان 5 گیم لوکالی دیگه در افغان مارکت ریلیز شد. خدمات شرکت افغانستان شامل ساخت انواع گیم های 2D و 3D، ساخت پروژه های VR AR، انیمیشن های 2D و 3D و همچنان دیولپ کردن انواع وبسایت ها می باشد. انیمیشن های زیادی شرکت ساخته که مشهورترین از او انیمیشن گلاغای که هر قسمت ای انیمیشن یک پیام خیلی خوب و مؤثر داره و به همون اساس ساخته میشه. خب به صورت کلی پرودکت هایی که شرکت افغانستان در بخش گیم داشته قرار جدوله که هر کدام از این گیم ها شما میتونین در پلی استور و اپ استور دانلود کنین. گیم های متفاوتیه، گیم های ذهنیه، گیم های پلتفرمیه، گیم های ورزشی و امثال از این در این بخش پرودکت های که در پلی استور و اپ استور وجود داره. خب یکی از این مشهورترین از این پرودکت هایی که در بخش گیم شرکت افغانستان داشته گیم گوندی پیماه. این گیم یک گیم دو بودیه و از جمله گیم های رنر می باشه که جریان از این بازی طوریه که شما با استفاده از یو آی المنت ها یک وسیله نقلیه که قبلا انتخاب کردین کنترل میکنین و کوشش میکنین که از موانع مختلف عبور کنین و تا حد امکان امتیاز و سکه بگیرین و خود خود به تارگت و پوزیشن آخری برسونین. این گیم با استفاده از انجین یونیتی ساخته شده. یونیتی عبارت از یک انجین پاورفولیه که در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار میگیره که یکی از این موارد استفاده در ساخت گیم های متفاوت با سهولت های بیشتر و بهتر، همچنین در بخش های چون فیلمسازی و انیمیشن سازی و غیر موارد هم انجین یونیتی مورد استفاده قرار میگیره.
همچنین یونیتی در این اواخر یک تولزی به اسم ترین اضافه کرده که به خاطر دیزاین بهتر گیم ها به خصوص گیم های رانر استفاده میشه. در گیم گوندی پیما هم ما از این تولز استفاده کردیم به خاطر دیزاین بهتر گیم. خب این گیم ما با اهداف متفاوت ساختیم. دو هدف خیلی مهمی که داشتیم این بوده که این گیم تاثیر مثبت روی اجتماع و مردم ما داشته باشه. چنانچه کاراکتر گیم یک خانومه و این کار را به خاطر کردیم که فرهنگ سازی کنیم بین مردم به خاطر ای که یک خانوم هم میتونه یک راننده باشه. در حالی که این چیز در بین مردم ما عادی نیه. و هدف بعدی لوکالایزیشن بوده. هدف بعدی ما کوشش کردیم این گیم تا حد امکان لوکالی بسازیم. از وسایل نقلیه شروع تا محیط هایی که استفاده شده همه به اساس تمام چیزهایی که در کشور ما معمول و مروجه می باشه. خب وسایل نقلیه یا موتورایی که ما استفاده کردیم جاری که می بینیم رکشا، رنجر، تاکسی و غیره وسایلی که در کشور ما استفاده میشه ما در ایده استفاده کردیم. سکه و یا امتیاز گیم جمع‌آوری پول‌های افغانی خودمانه که یک افغانی، دو افغانی یا پنج افغانی می باشه. و محیط‌هایی که استفاده شده جارای تاریخی کشور خودمانه که بوتای بامیان، مقبره حضرت علی در مزار شریف، قصر دارالامان کابل و قلعه اختیاردینه که همه نشان‌دهنده هویت مانه. اینا ما در گیم در لیالا متفاوت اضافه کردیم و که هر کدام از این جای تاریخی کشور خود ما نشان میده و به همین خاطر ما چون هدف ما لوکالایزیشن بوده ما اینا رو اضافه کردیم و کوشش میکنیم در آینده ها جاهای تاریخی دیگه که در کشور ما وجود دارن دیجیتالی کنیم و در لیالا متفاوت گیم اضافه کنیم. این گیم به دو زبان ساخته شده، زبان فارسی و انگلیسی، البته به دو زبان ایمپلمنت شده. ما کوشش داریم تا زبان پشتو را هم در این گیم اضافه کنیم که انشالله با آینده های نزدیک با اپدیت جدید از این گیم ما کوشش میکنیم که زبان پشتو را هم اضافه کنیم. بالاخره بعد از چالش ها و چالش های خیلی زیاد و امکانات نسبتاً کم گیم پابلش شد و تعداد زیادی از مردم گیم دانلود کردن و خیلی حمایت کردن هم از داخل و هم از خارج کشور و فیدبک های خیلی خوبی دادن که این گیم که بعضی ها انتقاداتی هم داشتن و نظرات خیلی خوبی داشتن که باعث شد تا ما روی اپدیت از این فکر کنیم و با آینده های نزدیک ما انشالله این اپدیت هم میکنیم. این گیم فریه اما از طریق ادورتایزمنت و این اپارچیزنگ ما میتونیم اواید به دست بیاریم. یعنی کسایی که دانلود میکنن فریه ولی تبلیغاتی که ما داخل از این گیم اضافه کردیم و از طریق ادورتایزمنت ما میتونیم اواید بیشتر باشیم. در قسمت ادورتایزمنت ما از سرویس یونیتی ادز و همچنین از گوگل ادموب استفاده کردیم و به خاطر که گیم ما گیمیه که از سنین خورد تا سنین بالا میتونن مخاطبین گیم ما باشن ما از ویژگی فلتر کردن تبلیغات استفاده کردیم تا تبلیغاتی که مناسب این سنین نباشه پخش نشد. و همچنان ما از این اپارچیزنگ هم در گیم استفاده کردیم به خاطر درآمدزایی. این اپارچیزنگ در افغانستان اوایلیبل نیه اما در دیگه کشورها اوایلیبل و همچنان هم لینک دانلود این هم لینک دانلوده که شما میتونیم این گیم از طریق از این لینک دانلود کنین و نظرات، پیشنهادات و انتقاد خود خور همراه ما شریک بسازیم. و در اخیر ممنونم بابت ای که وقت گرانبهای خود خور در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم همه شما موفق باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.